There is no God. The big question is أشهد أن محمدا بسم الله الرحمن الرحیم. الله جل جلاله بر ما منت نهاده و قرآن کریم رو بر ما فرستاده و این کتابی است که در اون هیچ تغییری، تحریفی ایجاد نشده. این کتاب معجزه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستش و یکی از جنبه‌های معجزه بودن اون این هستش که در اون پیشگویی هایی رو از آینده گفته که درست در اومده و بعضی از این پیشگویی ها پیشگویی های علمی بوده، خصوصا در قرن ما و قرن حاضر و قرن پیش از این، قرن 20 و قرن 21 پیشرفت ها سرعت بیشتری داره. مثال ما در احادیث داریم، حالا به قرآنش میرسیم، به حرفای ملحد، که قلم ظاهر میشه در قبل از قیامت. قلم اون وقت هم ظاهر بود، سوره قلم اون وقت هم بود، منتها ظاهر شدن معنیش این است که زیاد میشه و ما میبینیم که با اومدن ماشین چاپ، بعدش اینترنت، بعدش این برنامه های اینترنتی، یعنی قلم واقعا دنیا رو پر کرده. موبایل یه جور قلمه. حالا ملحد بعضی از اینها خیلی، بعضی از این معجزات خیلی یعنی آشکاره و ملحد نمیدونه بیچاره چیکار کنه. از یه طرف قبول کنه این هزینه داره، باید که مسلمان بشه، و از یک طرف قبول نکنه، خب حقایق آشکاریه، منتها ترجیح میده که قبول نکنه، ولی مضطربه، در اضطرابه. ما در امروز چند ایرادی که اونها به ادعای ما گرفتند، به معجزات علمی قرآن گرفتند رو میاریم، ببینیم که آیا حرف ما درسته یا حرف اونا. بیارید لطفا این صفحه رو از کتاب همون دکتری هست که به اصطلاح با نام جعلی اومده، از صفحه 135 کتابش، و میاد بررسی میکنه ادعای معجزه های علمی. بعضی از مسلمانان متجدد تلاش کردند که با هر ترفندی از قرآن معجزه درآورند که به بعضی اشاره شد، مثل توضیح جنین در قرآن. ایده دیگر از این ادعا رو در اینجا بررسی میکنیم. بررسی کن آقا، اولی شما با دقت بررسی که میکنه، ما هم بررسی میکنیم. ادعای پیشبینی سفر به فضا توسط قرآن، سوره الرحمن: یا محشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا عليكم شعاظ من النار و نحاس فلا تنتصرون. ترجمه: ای گروه جنیان و انسیان، اگر می توانید از کرانه های آسمان و زمین به بیرون رخنه کنید، پس رخنه کنید، ولی جز با به دست آوردن تسلطی رخنه نمی کنید. پس کدام یک از نعمت های پروردگارتان را منکرید؟ بر سر شما شعله های آتش مس گداخته فرو خواهد شد و از کسی یاری نتوانید طلبید. حالا ترجمه قرآن تمام شده، ایشان توضیح میده، میگه قرآن ادعا کرده که عبور از قطرهای آسمان و زمین به معنی سفر به فضاست، غافل از اینکه در آیه بعد گفته که اگر از قطر آسمان ها و زمین خارج شوید، از کناره های آسمان و زمین خارج شوید، بر سر شما آتش و مس گداخته فرو می‌ریزد. حالا سوال میکنه ملحد، آیا فضانوردانی که از کره زمین خارج شدند مورد هجوم آتش و مس گداخته قرار گرفتند؟ و آیا در فضای بین سیارات آتش و مس گداخته وجود دارد؟ کودکان امروز هم میفهمند که این ادعای غلطی است. واقعیت امر این است که این دو آیه، آیه 33 و 35، از مبهمات قرآن هستند. معنی روشن بی‌عیبی از آن نمیتوان استنباط کرد، چه رسد به معجزه. پس خلاصه آقای ملحد میگه که آقا این ادعایی که مسلمان‌ها میکنن که قبل از اینکه بشر به فکرش برسه، قرآن گفته که از زمین، از آسمان شما میتونید خارج بشید، از زمین میتونید خارج بشید،
در کرانه های آسمان نفوذ کنید. این میگه که حرف مبهمی بوده، ادعای مسلمان ها غلطه. چرا غلطه آقا؟ بالاخره بشر رفته دیگه، 1400 سال بعد از این پیشگویی بشر از کره زمین خارج شده. میگه برای اینکه خداوند گفته که ما به سر اینا آتش میباریم، دود میبارونیم، گداخ آتش گداخته، همچنین چیزی که حالا صورت نگرفته. آقای گاگارین رفته، نه آتشی بوده نه ایشی، نیل آرمسترانگ رفته، کره ما هم رسیده، آتشی نبوده. پس این ادعای قرآن مبهمیه، یک چیز مبهمی است. اما حالا ما دوباره آیه رو ببینیم که آیا مبهم است یا نه. خوب نگاه کنید. اول میگه یا معشر الجن والانس، بذار معنیش بخونیم. ای گروه جنیان و انسیان. ببینید اینجا اول یک معجزه علمی این است که حالا ما باید اینو ثابت کنیم دیگه، که خدا صحبت میکنه از موجوداتی به نام جن که بشر ازش خبر نداشت، نداره تا امروز هم. ای گروه، حالا آدم ها رو بگیریم، ای گروه جن و انس، آدم ها، اگر میتوانید از کرانه های آسمان و زمین به بیرون رخنه کنید، پس رخنه کنید اگر میتونید، ولی جز با به دست آوردن تسلطی رخنه نمی کنید. یعنی چی؟ میگه که ای مرد، الله به انسان ها و جن ها میگه که اگر میتونید از اطراف آسمان ها و زمین نفوذ کنید. این شد دو معجزه. یعنی میگه بل نمیتونید مگر اینکه وسیله داشته باشید. این شد سه معجزه. چگونه؟ حالا جن کار نداریم چون این امروز هم نمیتونیم اثبات کنیم، ولی از همین آیات اثباتش میکنیم. اما ببینید، اول میگه که اگه میتونید از آسمان ها خارج بشید، از گوشه های آسمان، و بشر امروز تونسته از گوشه های آسمان خارج بشه، این معجزه هست دیگه. خب و میگه از گوشه های زمین خارج بشید، نفوذ کنید، نفوذ کنید در زمین، و این بشر نتونسته تا حالا در زمین نفوذ کنه. میگه به هر حال شما نفوذ نمیتونید بکنید مگر اینکه وسیله داشته باشید. وسیله یعنی سفینه داشته باشید. چگونه؟ من توضیح میدم. الله میگه اگه میتونید به آسمان برید، مثل پرنده که رفته دیگه، پرنده که وسیله نداره، نه ماسک داره نه لباس فضایی داره. خب هم علی هذا القیاس تا بی‌نهایت باید همینجور باشه، ما بریم آسمون و هیچی نباشه. ولیکن میدونیم که اینجور نیست. بعد از یک فاصله ای ما مجبور هستیم لباس فضایی بپوشیم، سلطان داشته باشیم، وسیله داشته باشیم. پس خداوند میگه که به آسمان رفتن بدون وسیله ممکن نیست، این یک معجزه. به آسمان رفتن ممکن است، این دو معجزه تو یک آیه. و اینکه جن ها هستن، این سه معجزه که هنوز نمیتونیم اثباتش کنیم. خب این تازه تمام نشد تو همین آیه. باز میگه اگه میتونید در زمین نفوذ کنید، و اینو بشر میتونسته در زمین نفوذ کنه، ولیکن میگه تو زمین هم نمیتونی نفوذ کنی مگر اینکه پیشروی کنی، مگر اینکه وسیله داشته باشی، مثل سفینه فضایی داشته باشی. از نظر ما این شد 5 تا. خب به هر حال تو یک بعضیش که درست تر اومده. آقا بشر از کرانه های زمین رفته بیرون، بدون وسیله هم نرفته. یعنی من نمیتونم با این لباسم برم، با این لباس خاصی بپوشم، اکسیژن داشته باشم، سفینه فضایی داشته باشم، سلطان داشته باشم برم. این دوتا که درست در اومده. حالا بهانه تو چیه آقای مولد؟ بهانه تو چیه؟ میگه که شما آیه بعد میگه بخون آقا. آیه بعد میخونیم. پس کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان رو منکرید؟ آیه 34. میگه بعد از اینکه رخنه کردید بر سر شما، یعنی بعد از اینکه رفتید به آسمان و بعد از اینکه داخل زمین شدید، بر سر شما شعله‌های آتش و مس گداخته فرو فرستاده خواهد شد و کسی هم نمیتونه شما رو یاری کنه. از نظر ما این شد سه معجزه دیگه. توضیح میدم چه جوری شد سه معجزه دیگه. خداوند حالا پیشگویی میکنه که شما وقتی که در داخل آسمان رفتید یا داخل زمین رفتید، به شما آتش و مس گداخته و دود به شما حمله میکنه و کسی هم نمیتونه شما رو یاری کنه. یعنی شما دیگه وسیله ندارید که از اونها خود نجات بدید. ملحد آسمانو گفته، از بس که ملحد، از بس که خبیثه، زمینو نگفته. درسته که ما حالا رفتیم آسمون، به ما مس گداخته نیامد، آتش نیامد، ولی هنوز کجای آسمون ما رفتیم؟ تا کره ما یک وجب هم حساب نمیشه، نیم وجب هم حساب نمیشه. یکم تو جلوتر برو ببین چه خبره، هنوز که نرفتی. اما زمین نرفته میدونیم که آتش گداخته است، معجزه شد. خدا به ما خبر داده که شما داخل زمین بشید دنبالتون آتش میاد. اولا به من بگو ببینم، ما باید داخل زمین شدن چرا باید وسیله داشته باشیم؟ وسیله نمیخواد که آقا، حد اکثر یک تناب و یک کلنگ میخواد. زمینو بکن، کلنگ بکن، بیل بگیر بنداز بیرون، با تناب برو تو دیگه. اما میدونیم که این چنین چیزی نیست. امروز دانشمندا به ما چی میگن؟ بیاید دو کلیپ رو ببینیم. میخوام معجزه اول توضیح میدم زیاد، بخاطر اینکه 6-7 معجزه تو این آیه بود و این منکر شد.
وقتی هفت معجزه رو منکر شدی دیگه من چی بهت بگم؟ حالا کلیپ اول ببینید، ببینیم درون زمین چه خبره. Welcome back. خوش اومدید. برام جالبه بدونم که پیشنهاداتون درباره این که تا چه عمقی میتونیم زمین رو حفر کنیم چیه. در واقع برخلاف اون چه در بعضی فیلم ها دیده میشه، نمیتونیم خیلی عمیق زمین رو حفر کنیم. اگه یک مته برداریم و شروع به کندن کنیم، تا حدود 10 کیلومتر میتونیم به راحتی پایین بریم. بیشتر از اون اوضاع به هم میرزه. چون هر چه به عمق زمین بریم، دما بیشتر میشه، هر کیلومتر حدود 25 درجه داغ‌تر و فشار هم بیشتر میشه. بنابراین مته، ماشین‌آلات و طبیعتاً انسان نمیتونن پایین‌تر برن. در واقع عمیق‌ترین عملیات معدنی در جهان مربوط به معدن طلای مپونگ در آفریقای جنوبیه که تنها 3.9 کیلومتر عمق داره و بیشترین عمقیه که انسان تونسته به اون برسه. چاله بسیار عمیق کولا در روسیه حدود 12 کیلومتره. این عمقیه که ماشینا میتونن به اون دست پیدا کنن. خب اگه حالا این عمق‌ها رو با بزرگی شعاع زمین مقایسه کنید، یعنی فاصله سطح زمین تا مرکز اون که حدود 6371 کیلومتره، ما تنها تونستیم 0.2% اونو حفر کنیم و پایین بریم. و این مثل اونه که زمین به بزرگی زمین کریکت باشه و ما تنها یک قدم وارد مرزش بشیم، یا اینکه اگه زمین به اندازه سیب بود حتی پوستش رو هم نشکافته باشیم. اگه ما تنها متوجه شدید بشر 12 کیلومتر تونسته داخل زمین، اونم گودال طبیعی تازه، داخلش بشه، ولی خودش نتونسته با دستگاه فرستاده که ببینه چه خبره، چون ذوب میشه، خودش نتونسته بره، وسیله نداره که خودش بتونه بره تا حالا. ولی این مقداری هم که داخل شده به اندازه مثل این است که شما یک سیب در دستت بگیری نفوذ کنی و حتی پوستش هم نتونی سوراخ کنی. یعنی زمین اینقدر بزرگه نسبت به این گودال 12 کیلومتری یا گودال 4 کیلومتری. خب بشر هنوز نرفته. من نمیتونم دیگه تو داخل چاه برم بگم آقا من به زمین نفوذ کردم، آتش نبود، مثل گداخته نبود، با تو پایین تر برو ببین چه خبره. ولی دانشمندها حالا متوجه شدن که در درون زمین که 7 لایه داره، اون که هسته است و هسته بیرونی و هسته درونی است، هسته بیرونی آبه. آب یعنی مایع است، نه آبه. ولی مایع از چی است؟ از آبه؟ از شیره؟ نه، آهن و نیکله. فکر کنین آهن اینقدر اونجا گرمه که به صورت آبه، آهن آب شده، آهن آب شده. طبعا اونجا تو بری اون آهن تو رو آتشه دیگه، مثل گداخته است دیگه، هست یا نیست. پس اگر بری هن نرسیده به اونجا، طبعا چون در گوشته زمینم یکی پوست است، یکی گوشت است، یعنی بعد از پوست، حالا در فیلم بعدی هم برای شما بیشتر توضیح میده، اونجا آتش میاد بیرون. پس قرآن نرفته در داخل زمین بر ما ثابت کرد که وقتی ما داخل زمین بریم آتش میاد بیرون. و این با الله در همین آیات گفته که اگه میتونید در زمین نفوذ کنید، نمیتونید نفوذ کنید مگر وسیله داشته باشید، و وقتی که رفتید داخل زمین آتش به شما حمله میکنه. همین سناریو رو برای آسمان هم گفته. زمین که حالا بر ما ثابت شد، آقا یکی به من میگه در این رابری دو چاه هست، دو چاه خطرناک، از هر دو آتش میاد بیرون. اولی که دیدیم توفو میرم قبول میکنیم یا ساکت میشینیم. ما الان اولی بر ما ثابت شد که ما داخل زمین بشیم آتش است. توفو میرم باید قبول کنیم که آسمان بریم آتش است، یا قبول نمیکنیم ساکت بشین. نگو مبهمت، من نمیفهمم چی گفته. پس خدا سفر فضایی رو گفته درست در اومده، سفر زمینی رو گفته درست در میاد، داخل زمین آتش از درست در میاد، داخل آسمانم آتش از درست در خواهد آمد. داخل زمین آتش از درست در اومده، داخل آسمانم آتش حتما به ما حمله کرد، حالا چه جوری ما نمیدونیم، خواهد آمد. و این پنجمین چیزی که درست در اومده این است که بدون سفینه نمیشه حرکت کرد، آیه قرآن گفته. و ششمین چیزی که درست در اومده این است که جن هم وجود داره، چون این همه حرفا که درست باشه اونم درسته دیگه، چون خدا گفته ای جن و انس میتونید برید آسمان. و هفتمین حرفی که درست است این است که جن ها هم سفرهای فضایی دارن، جن ها هم سفرهای فضایی دارن، آیه داره میگه. خب بازم در زمین وامیستیم. این دیگه کلیپ دوم به شما واضح نشون میده که برای بچه ها ساخته شده، چون که بالاخره برنامه ما هر جور آدم میشینه ببینید که
واضح برای شما نشون میده این زمینی که شما روش وایستادید که پوستش که به اصطلاح اینقدر میکنین دو زمین تا تمام نمیشه، این به اندازه پوست یک سیب نسبت به یک سیب که شما روی سطحش ایستادید. ببینید یه درون این زمینی که ما روش ایستادیم چه خبره. بچه ها به این هلو خوب نگاه کنی؟ ساختمان درونی کره زمین شباهت زیادی به ساختمان درونی یه هلو داره. هلو یه پوست نازک داره که سطح بیرونیشو پوشونده و یه قسمت خوراکی و یه هسته که البته همونطور که میدونین خود هسته هم یه قسمت بیرونی و یه قسمت داخلی داره. کره زمین هم همینطوره. یه لایه نازک سطح اونو فرا گرفته. به این لایه پوسته میگن. جنس این پوسته از سنگ بچه‌ها. پوسته زمین برای ما خیلی مهمه چون همه کوه‌ها، دره‌ها، دشت‌ها و دریاها روی اون قرار گرفته و ما و بقیه جانوران و گیاهان روی اون زندگی می‌کنیم. بچه‌ها هنوز هیچ کس داخل زمین رو ندیده. اما دانشمندان از راه‌های دیگه‌ای متوجه شدن که جایی که پوسته تموم میشه، یه لایه دیگه شروع میشه که اسمشو گذاشتن گوشته. این لایه مثل قسمت خوراکی هلوئه. این لایه از پوسته خیلی کلوفتر و داغتره. دانشمندا میگن که هرچی عمق زیادتر میشه دمای گوشت هم افزایش پیدا میکنه. اما در مرکز زمین قسمت بسیار داغی به نام هسته وجود داره. هسته زمین هم مثل هسته هلو دو قسمت داره. قسمت بیرونی هسته زمین به صورت مایع و قسمت درونی اون به صورت جامده. هر دو قسمت هسته از آهن و فلز دیگهی به اسم نیکل ساخته شدن. بچه ها، از سطح زمین تا مرکز اون فاصله زیادیه، چیزی حدود 6400 کیلومتر. بله 6400 کیلومتر راه تا به مرکز زمین برسی که هرگز نمیرسی، چون خدا گفته شما در وسط راه دچار مشکل خواهید شد. جالبه بدونید که حتی امواج هم نمیتونه از این زمین رد بشه و این آیه دیگه تو قرآن است. ولی بذارید اول این رو مسئله رو تموم کنیم. پس معلوم شد که در یک جایی از این کره زمین آهن و نیکل به صورت مایع وجود داره و اگر ما این زمین رو سوراخ کنیم فتبه میاد بیرون. حتی ما نمیتونیم به اون آهن و نیکل برسیم، چون که با چی بخوای بری؟ سفینه تو هم آهنیست، بری اونجا آب میشه دیگه. دو همون گوشته ای زمین که گرمه، هم ما حالا آتش فشانا رو میبینیم دیگه، همون جام که داخل بشیم سر ما آتش میباره، تمام شده رفت، میریم از بین. پس من به جای شما بودم بیننده عزیز الان میرفتم سجده میکردم. چرا؟ میبینم که خداوند در 1400 سال پیش بر پیغمبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم این حقیقت آشکار رو گفته که شما داخل زمین شدید، آتش منتظرتونه. فیلم سینمایی نبوده، داره برای شما میگه، مبهمم نیست. نگاه کنید یه دفعه دیگه ببینید. ای گروه جن و انس، اگر میتوانید ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، ارض نگاه کنید و زمین، اگر میتونید از آسمان و زمین نفوذ کنید، فنفذوا، نفوذ کنید، یلا برید تو. لا تنفذون الا بسلطان، نمیتونید برید مگر اینکه وسیله داشته باشید. حالا من وسیله دارم، رفتم، چی میگه الله؟ چی میفرماد؟ یورسلو، فرستاده میشه بر شما، علیکما، یعنی هم چی جن باشه چه انس، به هر دوش. شعازم من النار، شعله های آتش، و نحاس، و مس گداخته یا دود. این به شما خواهم، این درست شد، رفتی زمین، این دوتا بهت منتظرت است. این کی گفته؟ پیغمبر ما. کی گفته؟ 1400 سال پیش. از کی شنیده؟ از حضرت جبرئیل. حضرت جبرئیل از کی آورده؟ از الله. و دنبالش هم میگه فلا تنتصرون. شما میگه هیچ راهی ندارید. این میگه راه نداره، نمیتونی نفوذ کنی بیشتر از اون که لازم است که نفوذ کنی. و جالبه که خدا نفوذ میگه. یه دفعه دیگه همینو گفتم، نفوذ در زمین ممکن، اما سوراخ کردن زمین ممکن نیست. این ور بری از اون ور در نمیتونی بیای. و اینو خدا گفته تو قرآن. و عجیب است که به شما بگم شعایی، مثلا اسمشو گذاشتم پی، نمیدونم چی، اس، این اشعه‌ای که به زمین میفرسته یا زلزله نگاری که میکنه، از امواجی که به زمین میفرستن، امواج، معذرت میخوام، این امواج به مرکز زمین میرسه، بعد از اون ور در بیاد، در نمیاد. امواج هم نمیتونه ازش رد بشه، سوراخ کردنش ممکن نیست، نه با دست نه با امواج. و اینه در قرآن، ببینید چه قشنگ گفته در یک سوره دیگه. ولی اصلا داره حرف چی میزنه ها؟ اصلا داره حرف مربوط به اینکه تکبر نکن میزنه، اما خداست دیگه، اعجاز است دیگه. بیارید آیه رو، در یک آیه چهار حرف رو باهات میزنه. الان داره نصیحت میکنه که در زمین چی نرو و فخر را نرو. ولیکن ببین دنبال چی میگه. ولا تمشی فی الارض مرها، با فخر و غرور در زمین را نرو. چرا؟ انک لن تخرق الارض،
تو نمیتونی زمین رو سوراخ کنی. اونجا گفته میتونی نفوذ کنی، اینجا گفته هرگز. ایلن یعنی هرگز، هرگز نمیتونی زمین رو سوراخ کنی. آیا کسی که این آیات نازل کرده با این دقت، اگه میشد زمین رو مثل مثلا توپ فوتبال سوراخ کرد، الان همه میگفتن آقا میتونیم سوراخ کنیم، از این ور سیخ بزرگ رد میکنیم، از این ورش در میاریم. ولی آیات همینطور سری جاش است. نفوذ ممکن؟ پس این خدا این زمین ساخته. به هر حال ما اینا رو کار نداریم. ملحد حالا باید به ما جواب بده که الله از کجا میدونسته، قرآن از کجا میدونسته، پیغمبر ما از کجا میدونسته که درون زمین آتش بریم تو میاد بیرون ما رو میکشه و هیچ راهی هم نداریم. وقتی این درست باشه، اونی هم که گفته به آسمان نفوذ میکنید درست شده. این که میگه به آسمان به شما حمله میشه، اونم درست در خواهد آمد. و این که ما هیچ راهی نداریم، اونم درست در خواهد آمد. شاید سیاه چال باشه، شاید چیزی باشه، برای آتش به ما حمله کنه. ما نمیدونیم، هنوز که نرفتیم که. بابا تو داخل زمین 12 کیلومتر رفتی، یعنی هیچ نرفتی. 6400 کیلومتره. آسمون چیه دیگه؟ پس جنم هست. وقتی که وسیله میگه باید داشته باشی، همه چی تو این آیه گفته شده، ولی ملحد قبول نمیکنه. 100 تا دیگه معجزه هم میگم قبول نمیکرد. میخوام به شما بیننده عزیز بگم که نمیخواد قبول کنه، نمیخواد قبول کنه. گرنه بیاد و من جواب بده. اینا که اسم حقیقی ندارم بدبختا، وقتی میره تو اروپا هم نشسته میترسه. اسمشو بگو، اسمت بگو. تو چیه؟ تو چی میگی؟ بیا با من مناظره کن. تو که گفتی این آیه مبهمه، بیا با من مناظره کن که چجوری. من برات یه کلمه اصلا مناظره نکن، جواب بده. چرا از زمین آتش خدا گفته بیرون میاد؟ مگر میدونسته که ما بریم زمین به ما آتش حمله میکنه؟ اگه میدونسته چجوری میدونسته؟ حرف بزن دیگه. تا حالا که ما نتونستیم داخل زمین بشیم، این چیزایی که ما فهمیدیم اونجا نیکل هست چی هست؟ این امواج که میره از روی اون فهمیدن دانشمندا. آقا مثال من وسیله‌ای در دستم هست، این الان یکی من هدیه میده، من نمیدونم داخلش چیه، اما اگه تکونش بدم خب میفهمم. مثلا یه چیزی میفهمم از صدا، از صدا یه چیزی فهمیدن، از صدا یه چیزی فهمیدن که زمین درونش چیه. خب حالا بس دیگه، این بسه. بقیه ایراداش سرسری رد میشیم. چرا که سرسری رد نمیشیم، اما اینقدر دیگه توضیح نمیدیم چون که وقت هم نداریم که همش توضیح هم زیاد بگیم. ببینید پس موضوع چی بود آقا؟ بیاریم بررسی ادعاهای معجزه‌های علمی. این آقای ملحد داره بررسی میکنه. اولیش که گفتیم سفر به فضا و درون زمین بود، گفت که این مبهم است، معنی نداره. بچه‌م میدونه که این دروغه، ولی ما میدونیم که دروغ نبوده. بچه‌م میدونه این دروغه، ما نمیدونیم این دروغ نبوده. بله. حالا آیه دیگه بعدی رو بیاریم لطفا. ادعای بیان حرکت زمین در قرآن. میگه که در سوره ملک آمده که ترجمهش میخونیم، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، ترجمه اوست که کسی که زمین را برای شما رام گردانید، پس در فراخنای آن رهسوار شوید و از روزی خدا بخورید و رستاخیز به سوی اوست. آیا آن کسی که در زمین آسمان آن در آسمان آیا از آن کسی که در آسمان است ایمن شده اید که شما را در زمین فرو ببرد پس هنگامی که میلرزد؟ زلول به معنی شطور فرمانبردار و راهوار است، یعنی آروم راه میره. میگه حالا مسلمان ها میگن که آقا به کار بردن زلول در زمین به معنی این است که زمین در حال حرکت است، اما راهوار است یعنی آرام است. البته کسانی که مدعی این معجزه شدن به عمد، به احتمال قوی یا به سهو از آیه بعدی صرف نظر کردن که معنی زلول را مشخص میکند. در آیه 16 گفته که خدا میتواند زمین را آرام زیر رو کند و زلزله لرزش نارام کند. پس آرام بودن در مقابل زلزله آمده است، نه حرکت وضعی یا انتقالی زمین. همین ادعا توسط آیه دیگری از قرآن مطرح شده. من البته ممنون تاپارم آیه دیگرم میگیریم. من خودم اینی که ملحد گفت اولین بار دیدم، ولی فکر میکنم که همینم معنیش درسته. آقا میگه خدا کسی است که زمین رو برای شما قرار داد که در مناکبش را برید، یعنی در پشتش را برید، و این رو زلول کرد، یعنی مثل شطوری که آرام را میره کرد، مثال زد برای مردم، و این یه جور حرکت شد دیگه. حالا قبول نکن، بعدی رو چی میگه؟ ببینیم بعدی رو چی میگه. بعدی رو ببینیم چی میگه. همین ادعا توسل به آیه دیگری در قرآن مطرح شده است، و روزی که سوره نمل ترجمه، روزی که در سور دمیده شود، پس هر که در آسمان ها و هر که در زمین است به هراس میافتد مگر آن کسی که خدا بخواهد، و جملگی با زبونی روی به سوی او میآورند. این آیه منظورشه. و کوه ها را میبینی و میپنداری که آنها بی حرکتند. الله داره به حضرت محمد میگه
کوها را میبینی و میپنداری آنها بی حرکتند، حال آنکه آنها به ابرهاسا در حرکتند. کوه داره حرکت میکنه. این ساخته خدایی است که هر چیزی رو در کمال استواری پدید آورد. در حقیقت او به آنچه انجام میدهید آگاه است. هر کس نیکی به میان آورد پاداشی بهتر از آن خواهد داشت و آنکه از حراس آن روز ایمنند، یعنی روز قیامت، و هر کس که بدی به میان آورد رو به دوزخ رو در آتش دوزخ سرنگون شوند. آیا جز آن چه میکردی سزا داده میشوید؟ حالا ملحد چطور این آیه را رد میکنه؟ آقا آیه این است که میگه کور میبینی فکر میکنی که اینا ایستادن در حالی که کوه حرکت میکنه. این یک معجزه قرآنه که جبال رو میبینی. نگاه کن خود آیه را ببینید اگر این قشنگ بنویسه، و تر الجبال تحسبها جامده، تو کوه ها رو میبینی فکر میکنی که اینها تحسبها، گمان میکنی که این ایستاده ساکنه و یه تمر رو، این میگه را میره. چجوری را میره؟ من رسته ها مثل ابر داره را میره، تو نمیفهمی. خب این معجزه چیز، الان که بشر فهمیده که زمین داره به یک صورت عجیبی داره را میره، هم دور خودش میگرده هم داره میره، خب کوه هم داره همراه زمین میره دیگه. یعنی ما که میگیم کوه ساکن است، کوه ساکن نیست، در حال حرکت است. این معجزه قرآن شد. حالا اون زلول رو قبول نکن که مثل شتر آرام میره، یعنی سرعت زمین میلیاردها سال است که یک سرعت ثابته. گاهی تون بره مثل ماشین، گاهی یواش بره، ما همه چیز با هم میریزه ولی آروم میره شب روز. حالا اونو قبول نکن، اینو چی میگی ملحد؟ ها اینو چی میگی؟ میگه کوه حرکت میکنه، تو میبینی که کوه جامده ایستاده ولی نه ایستاده. ملحد ببینیم چجوری میخواد اینو تخته کنه، چجوری میخواد اینو منکر بشه. ملحد دیگه. خب چجوری منکر میشه؟ آقا آیات فوق وقایعی که در قیامت اتفاق میفتند را ذکر میکند، از جمله حرکت کوها. بعضی از معجزه تراشان این آیه را از قبل و بعدش جدا کردند و نتیجه گرفتند که قرآن میگوید همین الان نه در قیامت که کوها مانند ابر در حرکتند، در حالی که همه مفسرین این آیه را مربوط به قیامت دانستند. اینو تا توجه کنید، هر وقت گیر میکنه میره پشت مفسرین. ببینید اگر من به شما یک دلیل میگم، اگر که بگه کوها در روز قیامت مربوط به روز قیامت، خب روز قیامت ما با چشم سر میبینیم که خورشید از مغرب طلوع میکنه دیگه، گمان نمیکنیم که از مشرق طلوع میکنه. خب گمان نمیکنیم که از مغرب طلوع میکنه، داریم میبینیم. خداوند میفرماد که شما کوها رو میبینی گمان میکنی، تحسبها گمان میکنی، فکر میکنی که این وایستاده. سراب میبینی فکر میکنی که آب ببینم که دیگه نمیگم سرابه. در روز قیامت که کوه حرکت میکنه، من دیگه چرا باید گمان کنم؟ پس آیه مال دنیاست. نه، میگه آیه مربوط به قیامت است. من اینو باید رد میکنم. اگر مربوط به قیامت باشه، چرا داره به پیامبر میگه کوه ها رو میبینی گمان میکنی که اینا ایستادن در حالی که در حال حرکتن مثل ابر؟ وقتی من ببینم در حال حرکت شد، میگه آقا کوه حرکت کرد، قیامت شد. پس مربوط به قیامت نیست. یعنی نمیگفت گمان میکنی، میپنداری. خب این یکی رو نتونست، شکست خورد. حالا ببینیم دیگه چی میگه. خب میگه مفسرین هم اینجوری تفسیر کردن. راست میگه، مفسرین قدیم که نمیدونستن زمین حرکت میکنه، اینا که جدید کشف شده دیگه. خب وقتی جدید کشف شد ما میگیم که آقا اینجوریه، ولی آیه چرا خداوند کنار آیات مثلا مربوط به روز قیامت هم گذاشته؟ تا این، چون که مخاطب قرآن که فقط امروز نیست، مخاطب قرآن الان یعجوج ماجوج میگه، ما چی میدونیم یعجوج ماجوج چیه؟ مثلا میگه یه موج بعض اون فی بعض، میگه بعضی با موج میزنن به بعض دیگه، این ما الان نمیدونیم چیه، ولی من گمان میکنم با چیزایی که امروز در اومده شما ممکنه مثلا موج بزنی بری تو قلب یه نفر، اون آدم در تسخیر خود در بیاری و کارهای تو رو بکنه. هست مال کشور دیگه اما کار تو رو انجام بده. ممکنه که این وسایل اختراع بشه، ولی امروز ما نمیفهمیم که اختراع شد. ما میگیم آقا ببین قرآن گفته بودا که در این روز بعضی در دیگه موج میزنن، به هم دیگه موج میزنن. حالا مفسر هرچی تفسیر میکنه به ذهن امروز تفسیر میکنه، تفسیر امروزش هم غلط نیست، در قیامت هم کوه حرکت میکنه. اینم از معجزات قرآنه که مخاطب همه دوران است. من یک داستان برای شما بگم، ولی قبل از داستان بذارید این تموم کنم. خب بیارید،
خب اگر این آیت رو از قبل و بعد جدا کنیم، آیا نظر معجزه‌سازان را تعمیم می‌کند؟ خیر، حالا دلیل دیگه آورده. چون اگر منظور از حرکت کوه اشاره به حرکت وضعی یا انتقال زمین باشد، باید الله میگفت که زمین را میبینید و گمان میکنید که ثابت است ولی در حرکت است. میگه باید زمین میگفت چرا کوه آورد؟ چون کوه هم جزوی از زمینن و از این لحاظ حرکتی نسبت به زمین ندارند. نسبت به زمین ندارند اما در حال حرکته. خب این دیگه که میگه پوسته های زمین حرکت میکنه، اون که یک سانتی متر اینو باش موافقه، ما اونو نگفتیم. خب میگه حالا آخر حرف آخرش هم خنده داره، میگه به فرض که قرآن گفته باشم که زمین حرکت میکنه، میگه اینو قبل از حضرت محمد 900 سال پیش مردم گفته بود، و چرا به گالیله نمیخواد قبول کنه؟ و چرا گالیله رو میگید که حرکت زمین کشف کرد؟ و چطور این اگه 900 سال قبل از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کشف شده بود، چرا به دانشمند ایتالیایی میگید؟ برحال نمیخواد قبول کنه. اما این داستان رو بگم که چرا خداوند مثلا نفرموده که زمین، اینا یه ایرادیه. میگه خدا اگه میگفت چرا میگه کوه حرکت میکنه، خب میگفت زمین حرکت میکنه دیگه، میگفت زمین حرکت میکنه. ببینید به شما عرض کردم که مخاطب زمین، مخاطب بشر، مخاطب قرآن کریم بشر 1400 ساله است. هر جور آدم بوده. من اول هجرتم، الان دوران مثلا تحصیل زیاد شده، نت اومده، مردم افغانستان مهاجر شده، اتفاقا اکثرا از دهاتان مهاجر شده بودن به خاطر که جنگ در دهاتا بود و روشن شدن، زندگی رو فهمیدن. من اول هجرتم تقریبا 37 سال پیش، اولین مجلسی که مثلا اتفاقا خونه دوستانی بودم که از تحصیل کرده های افغانستان بودن، از قضا و قدر با اونا برخورد کرده بودیم، فهمیده بودن، دانشگاه درس خونده بودن، ولیکن مهمونشون کسایی اومده بودن که از کوه حرکت کرده بودن، به اصطلاح اومده بودن. دو حرف اینا من خیلی عجیب، در مجلس اول برای من عجیب بود. صحبت به حرکت زمین اومد، یکیشون هنوزم یادمه، زمین میگه چجوری حرکت میکنه؟ حالا دانشمند همه میگن حرکت میکنه، همه ما میگیم حرکت میکنه. هرچی برش این رفقاش توضیح میدادم، میگه یعنی من اینجوری بشینم؟ باز شروع کرد به چرخ خوردن. زمین که حرکت کنه، من نمیدونم چجوری حالا در ذهنش اینجوری اومده بود، پشتش به ما کرد، و اگه اینجوری زمین حرکت کنه من باید پشتم به شما بشه. نفهمیدیم چجوری به این رسید. و همین آدما اومده بودن تا یک ملا رو بگیرن. چرا؟ میگه اون ملا به ما تیربند داده بود. دیگه با هم خندیدیم، هم نزدیک بود که گریه کنیم. چی به شما تیربند داده بود؟ میگه که ما میرفتیم جنگ شوروی، این ملا گفت یه چیزی به بازوی ما بس، گفت تیر سر شما تاثیر نمیکنه. میگه دو تا رفیقای ما مردن، ما حالا اومدیم ملا رو بگیریم. خدایا، گفتم این چه جور مردمی هستند؟ حال در از 30 سال همه چی عوض شده ها، اون مردم دیگه نیستن، همه فهمیده شدن الحمدلله، این علم پیش رفته. ولی فکر کن در طول تاریخ اینجور مردم بودن دیگه. میگه زمین حرکت میکنه، میگه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اگه به صورت واضح بهشون میگفت، خب حتی تومت دیوانگی بهش میزدن. لذا به این صورت گفته ولی واضحه دیگه. میگه آقا کوه رو میبینی حرکت میکنه ولی ساکته، تو میبینی که ساکته حرکت میکنه، اونم یه جور برداشت کرده. امروز ما میدونیم که معنی چیه و شاید 100 سال بعد معنی دیگه بده. قرآن کلام الله است، الله این قدرت داره که همه بشر رو مخاطب قرار بده. لذا این که میگه آقا بهانه چی میاری؟ آقا گفته کوه حرکت میکنه، تو توضیح بده چرا گفته کوه حرکت میکنه. میگه چرا نگفته زمین حرکت میکنه؟ خب حالا نگفته، کوره که گفته حرکت میکنه، توضیح بده که چرا گفته. روز قیامت که نگفته، بابا گفته میبینی کوها جامد هستن، ساکن هستن، تو میبینی در حالی که در حال حرکتن، تو خبر نداری. اینه داره به حضرت محمد میگه، نگفته روز قیامت. حالا میگه نمیدونم 900 سال پیش از حضرت محمد این رو میدونستن. خب دیگه من چی بگم؟ خب با اگه میدونستن هم چرا پیامبر همه چیزای خوبای گذشته رو گرفته، بداشون رو نگرفته؟ خیلی خرافات هم داشتن، چرا اونا رو نگرفته؟ نمیخوای قبول کنی، برای اینکه جهنم رو خدا میخواد پر کنه از توی ملحد. نمیدونم تا فرما چقدر وقت داریم که به من بگید که چقدر وقت داریم. بله، خب ادعای دیگر هم میتونیم به وقت داریم جواب بدیم. ادعای کروی بودن زمین. بعضی معجزه‌سازان گفتن که آیه زیر کروی بودن زمین را میرساند، پس معجزه است. والارض بعد ذلك دهاها، خداوند زمین را بعد از آسمان پهن کرد. کتب لغت و همه مفسران گفتند
که دها به معنی پهن کردن و گسترده تن است. معجزه تراشان برخلاف تمام آنان گفتند که دهاها از دهیه به معنی بیزه گرفته شده است، یعنی تخم مرغ یا تخم شترمرغ. دها به معنی تخم شترمرغ است، یعنی خدا زمین را مثل بیزه، یعنی منظورش تخم شترمرغ است کرد، یعنی کروی کرد، نگفت کروی کرد قرآن. اتفاقا این هم یکی از معجزات قرآنه و این روال کار معجزه تراشان است. این داره ملحد به ما میگه که معنی لغات قرآن رو عوض میکنن. آقا جان، این ما و این شما، شما برید نگاه کنید، ممنون تافر، برید نگاه کنید که لغت در لغت این کلمه والارض بعد ذلک دهاها، این دها کردن معنی این است که شترمرغ که برای تخم خودش، تخمی که میذاره که از اون بچه بیرون بیاد، این زمین رو یه جوری درست میکنه که این تخم درش جا بشه، این رو میگن دها کردن. و این مثل همون چیزی است که مثل زمین رو همینطور کرده باشن. یه زمین رو خدا نگفته صافه، این چون صاف نیست، تخمه بخواد توش بذاره پن نمیکنه، به صورت یه گودالی در میاره. این زبان عربی است، ما دعوا که نداریم، بریم نگاه کنیم تو فرهنگ لغات که این هم چیزی، این یکی از معنیش همینه. خب امروز که ما میدونیم زمین اتفاقا تخم شد، مثل تخم شترمرغه، مثل تخم مرغ هم نیست، تخم شترمرغ با تخم مرغ فرق داره. و زمینم کروی نیست، و اینم خدا نگفته کروی است، یعنی اینقدر دقیق گفته زمین ما کروی نیست، دو طرفش برجسته است، قطب شمال و قطب جنوبش، چیزی شبیه به تخم شترمرغ. دیگه میگی خب دعوا که نداریم، برید فرهنگ لغات که مردم نمیتونه عوض کنه که. یکی چند معنی داره، یک مثلا من چند بار گفتم شیر آقا به معنی خوراک هم است، شیر خوراکی هم است، لبنیات هم است، شیر جنگلی هم است، شیر آب هم است، مثال میگم. خب اما این ادعایشان میگه لغت، ببین چه حرف مفتی زده، هر کس بخواد معنی لغت را بفهمد به کتب معتبر لغتنامه تجارت میکنند، مراجعه میکنند. خب معلومه است بر منم اگه از لغت نیارم که رسوا میشم که. اما این ادعایش، من دفعه دیگه یه دفعه توضیح داده بودم، حالا گفتیم این دفعه ما میخوایم فقط اولی رو زیاد گفتیم. شما برید تو فرهنگ لغات نگاه کنید، در کتابا نگاه کنید، ببینید که آیا غیر از این است که من گفتم. اما این ادعایشان غلط است و معجزه‌ای در کار نیست. اولا چنان که قبلا تحت عنوان زمین مسطح است و ما هم جواب تو دادیم، مطرح کردیم، این آیه در تناسب با تمام آیات دیگری است که زمین را مسطح دانستند. هرگز چنین چیزی نیست، زمین را مسطح قرآن ندونسته. مسطح دونسته به نسبت، ببین آها، سر یک توپ یک مورچه رو تو بذاری، اون مورچه حرکت کنه، برای اون مسطح است. من شما روش باریم کجه، درسته؟ به یک معنی خدا زمین رو مسطح کرد. اینو گفتم یک بار تو یکی از این برنامه‌ها، برای اینکه بفهمی معنی مسطح بودن زمین چیه، برو کره مریخ، نصف زمینه، یعنی فکر کنید توپی باشه نصف توپ زمین، باز کوهی درش هست 28 کیلومتره. فکر کن 18 کیلومتر 28 کیلومتر، سه برابر بود، بله سه برابره. کوه مثلا اورست تقریبا 9000 کیلومتره، 900 کیلومتر ببخشید، 9000 متر کمتره طبعا، 8800. و این کوه در مریخ، با اینکه مریخ نصف زمینه، باید کوه بزرگترین کوهش 4000 متر باشه تا ما بگیم آقا مریخ مسطح است. این 28000 متره، یعنی باز دیگه ریشه چقدر زیاد باشه، دامنه چقدر زیاد باشه. برای اینکه بفهمی زمین مسطح قرار داد، باید بری کره مریخ. ولیکن در این حالی که مسطح قرار داده این توپ رو، یعنی توپ هم میتونه بالا پایین داشته باشه، در این حال تخم مرغ شکله چیز مشکلی نداره. آقا هواپیما دیگه، هواپیما به صورت به اصطلاح کروی است، اما یه جایش مسطح است برای اینکه من و شما بشینیم. اما هواپیما که کروی است، اما درونش مسطح است برای نشستن من تو. قرآن همینو میگه، این که میگه مسطح و کروی، باید بفهمی که منظورش چی هستش. خب حالا این یکی، این حرفی که همیشه میزنه، میخواد خط خطی کنه داستان معجزه قرآنه. سالیسن، به فرض که سخن آنان را بپذیریم، بازم معجزه نیست، چون که یونانی‌ها قبلا فهمیده بودن که زمین کروی است. خب آخرش به اینجا میرسه که اگه شما حرفتون هم درست باشه، قبل از شما یونانی‌ها گفته بودن. خب برید آقا، چرا حرفای بد اونان نگفتن؟ یونانی‌ها خدای باد و بارون داشتن، بارون خدای جدا داره، باد خدای جدا داره، اینا خدایشون با هم جنگ می‌کرده، اونا رو چرا پیغمبر ما نگرفته؟ نمیخواد قبول کنه. یک معجزه دیگه قرآن رو هم میگیم که جالبه، معجزه در مورد سوره روم، غلبت روم،
باز معنیش بخونیم. روم شکست خورد در نزدیک سرزمین، در نزدیکترین سرزمینشان و بعد از در نزدیکترین سرزمین، نگفته سرزمینشان ولی نزدیکترین سرزمین، و بعد از شکستشان پیروز خواهند شد. در ظرف چند سال کار در گذشته و آینده به دست خداست. ایران و روم میگه دو تا ابرقدرت بودند و با هم سالها میجنگیدند. بعضی این پیروز میشد، بعضی اون پیروز میشد و در شهرها دست به دست میگشت. در همین زمان اگر روم امسال شکست میخورد، سال دیگه پیروز میشد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از همین وضع استفاده کرد و آیاتی رو در سوره روم رو نازل کرد و پیش بینی کرد که در عرض چند سال، 3 تا 9 سال، روم پیروز میشود و مؤمنان این را معجزه میدانند. اتفاقا نگو فقط روم پیروز میشه، گو مسلمانان پیروز میشه، در همون وقت مسلمانان هم در جنگ بدر پیروز شدن. آیه کامل بگو. حالا میگه ما آقا لیست جنگا رو میاریم، لیست جنگا رو میاریم، لیست جنگا رو بیار 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 بیار، تا میرسیم به راسه خیلی جنگیدن. سال 614 سقوط اورشلیم به دست ایرانیان، این سالی است که قرآن پیش بینی کرده بود که پایتخت رومیا رو ایرانیان میگیره. و خوب توجه کنید، در این سال اینو پیامبر پیشگویی کرده بود و شد. قبل از این تو مکه بودن پیشگویی کرده بودن، این در مدینه اومدن این اتفاق افتاد. و اورشلیم که سقوط کرد، یعنی پایتخت دینی اینها سقوط کرد، صلیب مقدسشون ایرانی ها بردن. و این زمین ببینید از یک حساب نزدیکتر به زمین است، این که میگه ادنا الارض، زمین نزدیک به عربستان است. مفسرین قدیمی اینو گرفتن که آقا ادنا به معنی پایین‌تر و به معنی نزدیکتر است، هر دو معنی رو داره. مفسرین قدیم دیگه نمیدونستن که علم یه روزی میاد کشف میکنه جایی که این جنگ رخ داده در بحر المیت در فلسطین، این پایین‌ترین جای زمینه. ببینید زمین ما با دریا که یه جا میشه میگن صفره، بالا میره کوه اورست میشه 8886 متر، پایین بره مثلا میگه دره فلان 10 متر از آب دریا پایین‌تره. مثلا هلند و بلژیک از آب دریا پایین‌ترن، اونا یک سدی زدن که آب دریا نیاد توی زمینای اونا، حالا 10 متر 20 متر. اما در بحر المیت 413 متر تقریبا زمین از دریا پایین‌تره. یعنی اگر خدای ناخواسته راه باز بشه برای دریاها، مثلا برای مدیترانه، میاد اونجا رو 400 متر پر میکنه تا برسه یه جایی لیول یکی بشه، سطح یکی بشه. و این امروز بشر فهمیده که پایین ترین جای زمین همین جاست. و خداوند در قرآن فرموده که رومیا شکست خوردن در زمین پایین. ملحد میگه نه من پایین قبول ندارم، من همون نزدیک قبول دارم. نزدیک اونجا رو دیگه به این صورت گفتیم، نزدیک اگه بخوام تفسیر کنیم به عربستان میگیم نزدیک، به مکه نزدیک. اما چرا این تفسیر نکنی که با حقایق علمی درست در اومده؟ یعنی الله ما خبر داشته، که بیشک خبر داشته، که فلسطین جایی که این جنگ صورت گرفته در بحر المیت از همه جای کره زمین زمینش پایین تره. حالا حرفاشو بخون. و سالی هم که جنگ شده سال 614 است، و جایی هم که جنگ شده کنار همین دریاچه بوده. حالا ببینیم که ملت چی میگه. خیلی صحبت میکنه، میگه آقا جان، میگه رومیان پیروز شدن تا چه حدی، در کجا و در چه تاریخی، در چه سرزمینی، میگه اینا رو چرا با توضیح نداده برام؟ بابا یک قرآن که کتاب رویتر نبوده، آسوشیتد پرس نبوده، خبرگزاری که نبوده، یک چیز بود مختصر گفته دیگه، چیزی که منظورش بوده گفته. میگه چرا توضیح نداده کی کجا چه جوری فیلم میگرفته برات؟ به ملت دیگه. خب گفته در سرزمین نزدیک، نزدیک به کجا؟ نگفتن، گفتن نزدیک، نزدیک به عربستان تفسیر کردن، ولی ما میگیم حالا پایین. مگر آن سرزمین اسمی نداشته است؟ چرا داشته ولی کتاب جغرافیا قرآن نبوده؟ همه مبهم است. باز گفته، میگه آن سرزمین اسمی نداشته؟ نه اسم نداره. حالا من میگم آقا سرزمینی که در آن کوه اورست است، خب هر کس میفهمه که نپال است، لازم نیست که حالا اسم نپال بیارم. وقتی گفته پایین ترین زمین، تو میفهمی که پایین ترین زمین در فلسطین است، در جای دیگه نیست. باز اینم گفته، در یک کلمه 10 تا حرف زده. باز گفته رومیان پیروز میشن تا چه حدی، در کجا، در چه زمانی. آقا چه به اهمیتی داره؟ خب رومیا بر ایرانیا پیروز میشدن، خب شدن دیگه. گفته در عرض چند سال، بازم مبهم است. چرا گفته عرض چند سال؟ 3 تا 9 سال دیگه. نگفته از حالا تا روز قیامت، مثل گفتن امام زمان کی میاد که نگفته. خودت هم ترجمه کردی، گفته در بین 3 سال تا 9 سال اینا پیروز میشن. و همینطور هم شده، در 3 سال 9 سال جنگیدن و 9 سال پیروز شدن.
اگر تو پیامبری، داره ملحد میگه ها، داره به حضرت محمد خطاب میکنه، اگر تو پیامبری چرا دقیق و درست پیش بینی نمیکنی؟ آقا جان کتاب عجب احمقی است، به تو همه چیز دقیق بگه که او سربازو کشت. پس پیش بینی های دقیق حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دقیقاً مثل پیش بینی رمالان و کاهنان است. این ظالم است، این آدم ملحد ظالمه. گفتم خدا برای تو گفته که رومیا پیروز میشن ادن الارض، در زمینی که از همه زمین ها پایین تره، تموم شده رفت، همین ادن الارض که بهش گفت کافی است. و بازم گفته در بین 3 سال تا 9 سال، و بازم گفته که در این سال مسلمان هم پیروز میشن، در حالی که مسلمان ها در بدبختی بودن وقتی که این آیات نازل شد، در مکه بودن. اون وقتی که رومیا چیز عرضم به حضور شما که شکست خوردن، باز اونا پیروز شدن، مسلمان هم پیروز شدن، بله، در عرض همون 9 سال. خب دیگه همش حرف مفته. خب اینم که ما جواب دادیم، لطفا بیارید، که میگه آقا ما قبول ندارم که عدن الارض به معنی کم ارتباط ترین زمین است. کم ارتباط ترین نقطه زمین در بحر المیت، یعنی همون جایی که این جنگ شده، حدود 400 متر 413 متر پایین تر از سطح دنیا در مرز فلسطین و اردن به شکست روم در سواحل بحر المیت اتفاق افتاده. بنابراین محمد صلی الله علیه و سلم میگه این مسلمان میگه 1400 سال پیش نمیدونسته. اما بررسی این ادعا، میگه من هیچ قبول ندارم که ادنا به معنی ریشش، میگه دناس به معنی نزدیک است، میگه من قبول ندارم که ادنا به معنی چی باشه، پایین تر باشه. تو قبول نداری، برو در کتابای لغت ببین. میگه صحابه هم همینجور تفسیر کردن، راست میگه، چون صحابه اون وقت نمیدونستن که بالا و پایین زمین چیه، متوجه هستید؟ و آیاتی هم که میاره درسته، مونتا قرآن همطوری گفتم، حالا من بگم آقا من قبول ندارم که شیر در جنگلم هست، شیر فقط باید خورده بشه. آج این کتاب لغت جلوی چشمتو برو ببین دیگه، مگه میشه آدم حرف مفت بزنه بگه ادنا رو من ترجمه میکنم به پست ترین، پایین ترین؟ و خود مسلمان ها به من ایراد میگیره، میگه تو داری چی میگه آخر؟ خب هر کس میدونه که دو معنی داره. آسمان دنیا که ما میگیم، سما دنیا که میگم، سما دنیا یعنی نزدیک، آسمان که بالاست، نادان، آسمان که بالاست، باز ما میگیم آسمان دنیا، چون ما هفت آسمان معتقد هستیم. خب آسمان نزدیک آسمان پایین میشه، درست یا نه؟ خب ها، باز این حرف آخری که میزنه، میگه که ثانیا به فرض که تعبیر معنی لغت را تغییر معنی لغت را بپذیریم، نه تغییر نیست، خود معنی لغت است، و بپذیریم که از بین چند شکست فوق منظور قرآن روم در اورشلیم بوده است، پس محل شکست در بحر المیت یا سواحل آن نبوده، بلکه در اورشلیم بوده که ارتفاعش 750 متر از سطح دریا بالاست، پس نقطه پایین نیست. ببین چقدر احمق هستش. این میگه که آقا اورشلیم، منظورش بیت المقدس، 750 متر بالای سطح دریاست، این که پایین ترین نقطه زمین نیست، به جنگ اونجا بوده. بابا اونجا اینا داخل شدن، جنگ داخل شهر نبوده، همین ساحل تا همین جایی که 400 متر زیر آب دریاست، تا اورشلیم که 700 متر بالای آب دریاست، این 22 کیلومتر فاصله داره. 22 کیلومتر ندیدی کوه بالا پایین نمیره؟ معذرت من 22 کیلومتر فاصله زمینیشه. خب اینجا جنگ در خود شهر که نبوده، در بیرون شهر بین رومی ها و ایرانی ها اتفاق افتاده. زبان ما برای این آدم مو در آورد و هرچی هم که بهش میگی قبول نمیکنه. اما وقت برنامه ما به پایان نزدیک میشه، ولی که این نکته داشته باشید که هر آیه شما بیاری یه چیزی برای خودش در میاره، که نه حرکت کوها کافی بود، اینکه بشر در زمین نفوذ میکنه ولی آتش دنبالش میاد، این کافی است که انسان ایمان بیاره و بره سجده کنه. و من به شما پیشنهاد میکنم بعد از پایان برنامه به قدرت خداوند جل جلاله به تدبیرش به خاطر همین سجده کنید، الله جل جلاله رو یاد کنید و یقین داشته باشید که اللهی که گفته زمین پایین و پا ثابت شده، کو حرکت میکنه ثابت شده، کروی بودن زمین منظور تخمق شرخ بودن زمین ثابت شده، حرکت زمین ثابت شده، تمام اینها دلیل بر این است که قیامت هم هست، ثابت خواهد شد. سفر بشر به آسمان ثابت شده، تو قرآن اومده سفر بشر به درون زمین که خواهد شد، سفینه فضایی که تو همین آیه براتون گفتم، اینا که درست داره اومده، حتما قیامتی هم هست. و الله جل جلاله در این قیامت به ظالمان رحم نمی کنه، همونطور که خودش گفته به ملحدین رحم نمی کنه.
دلیلی نداره که انسان اینقدر عنید باشه و فقط به خاطر اینکه شرابشو بخوره، به خاطر اینکه، یا به خاطر اینکه میبینه که روحانیت شیعه مثلا اومده دین عوض کرده. خب برو ببین دین اصلی چیه. حالا ما چرا برنگشتیم از دین؟ ها، اگه واقعا دین همونی است که علمای شیعه دارن، چرا ما رو اجازه نمیدن که ما مسجد بسازیم؟ چرا ما رو بگیرن میکشن؟ از شما بیشتر با ما دشمنن، ما رو نمیکشن، شما رو والا یکی تونن بکشن. همین آخرین نفری که از ما شهید کردن، مولوی صفی‌زاده رحمت الله علیه، در ماه رمضان در راه نماز جمعه نماز میرفته. اگر که اونا اسلام هستن، پس این چی؟ اگه اینا مسلمانن، پس اونا مسلمان نیستن. دقیقا اینا مسلمانن چون روزه بوده، ماه رمضان بوده، در راه نماز بوده، مظلوم بوده، از کشورش زدن بیرونش کردن و بعدم شهیدش کردن. و شما هر کاری که اونا میکنه به حساب قرآن و سنت میذاری، در حالی که اشتباست. به هر حال دلیل نداری. الله حافظ و نگهدار همه شما. I said, don't.